صبح بخیر. ببخشید ترسوندمت. نه نه ترسیدم، یکم تو فکر بودم. صبح بخیر. به نظرم یکم خسته ای. فکر کنم دیشب نتونستی بخوابی. آره نه خوابیدم، اما جام عوض شده، درست نمیتونم بخوابم. راست میگی، منم اینجوریم، جای دیگه خوابم نمیبره. تخت خودم با هر تخت دیگه ای فرق داره. ناراحت نشی عزیزم، اینجا خونه تو هم هست. اومدم ازت معذرت بخوام سحر جون. از روزی که زحل اومده نتونستم بیام پیشت. نمیدونم چیزی میخوای یا به چیزی نیاز داری؟ همه چی خوبه؟ راحتی؟ کاملا راحتم، خیلی ممنون. خوشحال شدم عزیزم، اگه چیزی میخواستی بهم بگو، خجالت نکش باشه. ها این گردنبند کوثر نیست، تاجی که یادمه پیش یامان بود. دیشب بهم پسش داد. یامان؟ اونم بدون هیچ دلیلی؟ خدایا خیلی عجیبه. به هر حال این گردنبند باید پیش تو باشه، بالاخره یادگار خواهرته. اما باید اعتراف کنم یامان منو متعجب کرد، چون اگه یه چیزی بره تو اتاقش تا خیلی مهم نباشه دیگه بیرون نمیاد. مشکلی که پیش نیومده؟ نه مشکلی پیش نیومد. یوسف تو اتاق آقای یامان خوابش برده بود. وقتی یوسف رو بردم اتاقش گوشیم افتاد، برای همین دوباره رفتم اونجا. خوبه، از اینکه اتفاق بدی نیفتاده خوشحال شدم. یه نصیحت خواهرانه برات دارم سحر جو، بعد از این دیگه هر اتفاقی که میفته تو اتاق یامان نرو. حتما برای اینکه نصف شب بوده نخواسته به چیزی بگه. اما یامان بدون اجازه اومدن تو اتاقشو اصلا دوست نداره. مهم نیست که تو اتاقش باشه یا نباشه. فهمیدی عزیزم؟ فهمیدم. دوستمه. باشه تنهات میذارم. سلیم؟ دیدم زنگ زده بودی، اما فرصت پیدا نکردم بهت زنگ بزنم. نه آنتپه نیستم، استانبولم، پیش خواهرزادم، تو امارتشونم. بعدن برات تعریف میکنم. تو رستوران کارا چطوره ببینمت؟ همه چی خوبه نه؟ آره آره الان باید قطع کنم. خدافظ.